تلاش ترکیه برای گماشتن مهاجران افغان به چوپانی. سلام دوستان عزیز، به چینل کابل میدیا خوش آمدید. چوپانی در مقایسه با سایر کارهای کشاورزی در ترکیه نسبتاً بهتر است. با این حال پرورش دهندگان محلی در ترکیه از کمبود متقاضی چوپانی شکایت دارند. به نقل از خبرگزاری آناتولی، با وجود دستمزد ماهانه حداقل 5000 لیره و پرداخت هزینه های اضافی، ترکیه از کمبود 150000 چوپان رنج میبرد. برای رفع این مسئله اتحادیه پرورش دهندگان برای یک راه حل عملی به دولت متواصل شدند و آن هم دادن مجوز به مهاجران افغانستان برای کار به عنوان چوپان است. برخی از مزارع قبلا چوپان افغان را به کار می گرفتند، زیرا بسیاری از این مهاجران قبلا تجربه چوپانی دارند. با این حال در حال حاضر بیشتر آنها کارهای غیرقانونی می کنند. نهاد شیلیک، رئیس اتحادیه مرکزی پرورش دهندگان گوسفند و بز در ترکیه، می گوید که مشکلات این بخش از یافتن چوپانهای خوب ناشی می شود. او شکایت می کند و می گوید مردم می خواهند وارد دامداری شوند، اما مشکل در اشتغال چوپان وجود دارد. به گفته این مقام ترکیه، دولت اکنون مشغول تنظیم مقررات است تا به مهاجران افغانستان اجازه دهد تا به عنوان چوپان کار کنند. نهاد شیلیک می گوید وقتی این قانون به مرحله اجرا برسد، شرایط کار آنها بهتر خواهد شد و حتی قادر خواهند بود خانواده های خود را تامین کنند. پرورش در بسیاری از کشورها یک تجارت خانوادگی است و یک خانواده کوچک می تواند حداقل به 3000 معاشی رسیدگی کنند. دوستان عزیز، شماهایی که در ترکیه زندگی می کنید و فعلا از نداشتن کار رنج می برید، می توانید از این فرصت استفاده کنید و به اتحادیه پرورش دهندگان مراجعه کنید تا صاحب کار شوید. البته مزد چوپانی هم بد نیست. رسیدیم به اخیر برنامه و امیدوار هستم برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. برای حمایت ما چینل کابل میدیا را سابسکرایب نموده و زنگ را فشار دهید. تشکر از توجه شما.